آشنایی با انواع فرمت هایی که در نرم افزار قابل قابل اجراست خب ما میخوایم آشنا بشیم با انواع فرمت هایی که این نرم افزار قابلیت اجرای اون رو داره خب من اگر اجازه بدین نرم افزار ورد رو باز میکنم یا اکسل فرق نمیکنه که بتونیم توی محیط این نرم افزار ها پسفند ها رو یک یکی درش کنیم خب من از اینجا شروع میکنم از این افتدا و به ترتیب پسفند رو مشخص کنم یا اگر از این سمت هم شروع کنم مناسبه خب عدد که داره عدد هم میتونم بزنم یک دو و این دو رو بکشم به سمت دلخواه تا بیست وسط هم قرار بدم خب م... یک این رو یک خونم پایین تعبیرم که سربرگ داشته باشه اینجا اسمش رو می‌ذاریم اکستنشن EXT همون اکستنشن یا پسوند فایل خب اولین پسوند که می‌خوام بگیم اول دسته صوتی ها رو با هم بررسی می‌کنیم من رو درست‌تر بکنم که ببینید به طور کامل اول صوتی ها رو با هم بررسی می‌کنیم بعد عکس و بعد هم فیلم رو اولین پسوند MP3 هست MP3 این پسوند در حقیقت صوت فشرده شده است خب حجم فوق لاده کم ولی کیفیت مناسب نمیگیم کیفیت عالی کیفیت مناسب هست البته بستگی به تنظیماتش داره این شرکتی تحت عنوان مووی فوتوگرافیک اکسپرت گروپ این رو طراحی کرد این پسفند دارای سه لایه هست که برای همین اسمش رو لایر تیری گفته میشه پس مووی فوتوگرافیک اکسپرت گروپ و لایر تیری برای همین تو در حقیقت فشرده شده است خب این یک فرمت هست فرمت که شبیه به این هست WMA که شرکت مایکروسافت این رو ارائه کرد WMA خب شرکت مایکروسافت زمانی که این رو ارائه کرد میخواست رقابت کنه با این شرکت و در حقیقت در ویندوز میدیا پلیر خودش اومد و ذخیره سازی رو با اجازه توی آپشن به شما نشون بدم زمانی که میخوایم کپی کنیم دیسک رو ببینید WMA رو فقط قرار داد و MP3 رو حذف کرد و اینجا MP3 رو چیزی اینجا قرار نداد تا مجبور کنه کاربرا رو فقط از فرمت WMA استفاده کنن خب البته با نصب نرم افزارهای کودک این مشکل برطرف میشه خب پس این رو دیدیم که مایکروسافت چنین کاری انجام داد و ویندوز, مد... ویندوز متا آدیو رو در و رقابت با این قرارداد و با شرکت های تولید امپیتر پلیر و کار تولید حالا پخش ماشین دستگاه های صوتی تصویری قرارداد بست و پسوند خودش رو هم اونجا ارائه کرد CDA CDA دی پسوند بعدی کامپکت دیس آدیو هم سی دی های آدیو که روی بر اساس زمان رایت میشه خب چیزی رو که شما باید بدونی این هست که اطلاعات بر روی یک دیسک که همون سی دی هست به دو روش ذخیره میشه یکی بر حسب حجم و یکی بر اساس زمان خب این سی دی آدیو بر حسب زمان هست و حجم مطرح نیست حجم 700 مگابایت بر اساس یک سی دی هست و زمان 80 دقیقه خب که کیفیت خیلی بالا و مناسبی داره پسوند بعدی که شبیه به همین هست ویو هست که ویو هم در حقیقت اصل این هست حتما ویو فشرده شده هم هست ویو عادی رو ما داریم میگیم که به صورت آودیو هست یعنی بر اساس زمان رایت میشه ولی این دو بر اساس حجم رایت میشن این دو فرمت بر و این دو بر اساس خب پسمند خیلی زیاده دیگه ای داریم ما مثلا به فرض مثال او جی جی داریم ما که این هم یک فرمت بسیار فشرده با کیفیت پایین هست که برای انتقال در صفحات وب و اینترنت مناسب فرمت بعدی در حقیقت پسفنده اگر بنویسم براتون ای, ای اف اس که این هم صوتی فشرده هست که تکنولوژی صوت فشرده استفاده شده درش و این هم بسیار پرگاربرد هست خب اینا پسفند های صوتی که باشون آشنا شدیم با نرم به فرض مثال اگر این رو اه اه بتونید باش کار کنید پسوند صوتی یا کل ادیت رو بتونید باش کار کنید خیلی راحت با این پسفند ها هم آشنا خواهید شد حتی پسفند های مید هم داریم که میدی گفته میشه پسفند های میدی در حقیقت ریتم صوتی هست که بعضی از دستگاه هم رو پشتیبانی, پشتیبانی میکنه و ازش کمک بگیرید خب من این بخش رو انتخاب میکنم و رنگ متنش رو اگر اجازه بدین به این سبک ایجاد میکنم که بدون معرف آودیو هست خب حالا میم سراغ اکس ها جی پی ای جی جی پی ای جی در حقیقت جوین فوتوگرافیک اکسپرت گروپ هست که گروه خبره عکاسان جهانی هست. این گروه اومدن فرمت های مختلفی رو ارائه کردن که یکی از اون فرمت ها مربوط عکس هست عکسی با قابلیت فشرده و تقریبا میشه گفت کیفیت مناسب نمیگیم کیفیت عالی و با تمام تجهیزات دیج... دیجیتال تقریبا هماهنگی داره و در همشون امکان باز شدنش هست مثلا فرض مثال دوربین ها موبایل ها حالا mp 4 ها و کامپیوتران که خب 100 درصد وجود داره پس حجم کم کیفیت تقریبا میشه گفت مناسب و قابل اجرا بدون هیچ نرم افزاری و ویندوز به اون رو اجرا میکنه که خب این از حسنای بسیار خوب این نرم افزار هست خب فرمت عکس دیگه که میخوام برای شما بگم بی ام پی هست که مخفف بیت مپ هست این فرمت حجم بالایی داره در حقیقت حجم بسیار بالایی داره ولی میاد و بر اساس کلا نمایش در ویندوز عمل میکنه فقط مناسب برای نمایش در کامپیوتره چون حجم بالایی کیفیت بالایی هم داره و فقط کامپیوتر است که میتونه به راحتی اون رو اجرا کنه و مناسب برای فرض مثال توی اینترنت یا مناسب برای جابجایی بین تجهیزات دیجیتال مختلف نمیتونه باشه خب که برنامه پینت این فرمت رو برای خروجی داره خب فرمت بعدی GIF است که گرافیک اینترچنج فرمت هست این فرمت حجم بسیار کم داره فوق العاده حجم کمی داره بیشتر برای نمایش در اینترنت استفاده میشه و قابلیتی که داره این هست که حسن این این فرمت پسفند هست اینه که ما میتونیم به صورت انیمیشن ازش استفاده کنیم و فایل هایی که با این پسفند هستن در حقیقت انیمیشن هم میتونن باشن خب این هم گیف یکی معادل هم داریم به اسم PNG که پورتیبل نتورک گرافیک هست دقیقا در کنار این ساخته میشه نرم افزاری تحت عنوان فایر یک که فایر این افزار گرافیکی شبیه به فوتوشاپ هست میتونه این رو تولید کنه و مناسب برای جابجایی در شبکه همطور که از معنیش پیداست پورتیبل نتورک گرافیک حجم کم قابلیت انیمیشن حتی ثابت هم میتونه باشه و کلان کیفیت پایینی داره خب بعدی که میخوام برای شما بگم T I F F خب که بهش تیف گفته میشه تگ Image فایل Format خب اختصار شده این کلمه هست در حقیقت حجم بالایی داره قابلیت فشرده سازی نداره پس تلفات هم نداره خب تلفات به چه معنی هست من توی صوت توی عکس توی فیلم و تمام فایل های کامپیوتری میتونم فشرده سازی داشته باشم و این فشرده سازی بعضی از فرمت ها رو کیفیت پایین تر بهش اختصاص میده مثلا عکس کیفیت پایین تر فیلم کیفیت فوق پایین‌تر پایین تر میشه صوت کیفیت پایین تر ولی متن کیفیت پایین نمیاد چرا چون متن رو که من فشرده میکنم بعد از حالت فشرده در میارم خب همون متن هست چیزی ازش کم نمیتونه بشه ولی عکس کیفیت پایین میاد صوت کیفیت پایین تر میاد و اونی که حجم پای میاد امکان بازگشت برای وجود نخواهد داشت خب حالا تیف از اون پسفند هایی هست که حجم نسبتا بالایی و بدون تلفات هست یعنی وقتی که فشرده میشه وقتی که ذخیره میشه هیچ فشرده سازی نداره و مناسب ترین پسفند برای چاپ هست مناسب ترین برای چاپ این پسفند هست که میتونیم ازش کمک بگیریم آها، یه نکته رو من فراموش کردم برای این دو بگم این دو پسوند قبلی که گیف و پی جی بودن این دو قابلیت گیف شفاف رو داره یعنی قسمتی از اونها میتونه شفاف باشه مثلا وقتی که من این رو ذکر میکنم قسمت شطرنجی دور تا دور این رو ذکر میکنم این شطرنجی رو به همین صورت شفاف برای ما نگه میداره خب و این حسن این نرم افزار هست خب حسن این پسوند هست ببخشید میام سراغ پسوند بعدی که دبلیو MF که ویندوز متا فرمت شد ویندوز متا فایل هست ویندوز متا فایل در حقیقت یک فرمتی هست که مخصوص نرم افزارهای دسته وکتور نرم افزار گرافیکی بر دو دسته عمل میکنند یا بر اساس وکتور که معادلات ریاضی و هندسی هست یا بر اساس بیت که بیت مپ ها مثل فتوشاپ مثل پینت بر اساس پیکسل های تصویر کار میکنند مناسب ترین فرمت برای جابجایی بین مثلا نرم افزار کد مثل ایلاستریتور، کارل دراف، فری هند و نرم افزار وکتور دیگه خب این هست که حجم پایین داره و کیفیت تقریبا میشه گفت مناسب چرا چون منظره در فقط طراحی هست پسفنده بعدی دردی پی باشین یک بار دیگه تایپ کنم پی مثل اینکه اینجا گیر کرده نرم افزار آها اینجا من بله اینجا تایپ میکنم پی اس دی که فتوشاپ داکیومنت هست که خب اینو باش کار کردیم هم پسندی که فتوشاپ ذخیره میکنه در حقیقت پسفند پی اس دی هست, هست, هست هستش این است که لایه که اینجا میسازیم لایه ها رو حفظ میکنه لایه ها رو حفظ کنه مناطق شفاف رو پشتیبانی میکنه ولی حجم بالایی داره حجم بسیار بالایی داره چون حجم این فایل ها 100 درصد سنگین میشه چون چندین لایه هر لایه معادل یک فایل محسوب میشه و چندین فایل میتونه باشه خب این هم از پسوند های عکس که من مهمترین و پرکاربردترین ها رو برای شما گفتم همراه با صوت حالا میریم سراغ پسوند های تصویر برای پسوند های تصویر من اولین پسوندی که در نظر میگیرم MPG یا MPEG حتی MPEG هم گفته میشه ببخشین این رو من دوبار کلیک بکنم MPEG هم گفته میشه مووی فوتوگرافیک اکسپرت گروپ هست که این مووی فوتوگراف مرد فقط فیلم هست خب این کیفیت نسبتا پایینی داره حجم نسبتا پایینی هم داره که امپگ وان داریم و بعد امپگ داریم. تو بهینه تر شد امپگ تیری هم که همون امپی 3 هست امپگ 4 هم باز مخصوص تجهیزات دیجیتال هست که باز دوباره بر اساس سایزش با قابلیت های کمپرس و آن کمپرس میتونه وجود داشته باشه و تلفات زیادی داره این فرمت زمانی که ذخیره میکنیم 100 درصد کیفیت او پیدا میکنه و تلفات بسیار زیادی میتونه داشته باشه ولی برای جابجایی بین تجهیزات مختلف بسیار مناسب هست. خب بعدی که میخوام برای شما بگم در حقیقت پسوند این امپک هست این امپک منظور ما همون امپگ تو هست که از اون روی امپگ تو که بهش امپگ تو گفته میشه امپگ تو در حقیقت همون دیویدی ساخته میشه و همون فرمت های نرم افزار که با کیفیت مناسب هست میتونیم ازش کمک بگیریم MP4 MP4 که آشنایی داری باش این هم مخصوص فرمت های دیجیتال هست و 100 درصد این فرمت هم مثل فرمت های دیگه که مرتب شرکت ام هست یا جی هست این هم مرتب تصویر کیفیت پایین حجم پایین و مناسب برای دجیدات دیجیتال هست بعدی که میخوام برای شما میگم ام MOV ام هم یک فرمت فشرده سازی هست این هم فشرده هست و در حقیقت پسوندش مووی همون مووی مخفف من مربوط به نرم افزار کویک تایم هست این کویک تایم یک نرم افزاری هست که میاد کمک میکنه به ما برای اجرای بهتر اجازه بدید من اینجا پیدا کنم نرم افزار کویک تایم و بله اینجا کویک تایم و اینجا هستش ببینید کویک تایم پلیر که مربوط سیستم عامل اپل مکینتاش هست ولی در ویندوز نسخه ویندوزیش رو هم میتونیم ما نصب کنیم کمک کارت گرافیک و کارت صوت میکنه پس و نیاز هست که این رو نصب کنید شما سعی کنید همیشه این رو نصب کنید حالا مثل که نرم افزار مثلا مشکل داره و اجرا نمیشه و این فرمت کم رو اجرا کنه که فرمت مناسبی است برای جابجایی. جایی من در سیدی آموزشی که در اختیارتون هست در سیدی دوم یک سری فایل ویدیویی قرار میدم که اینجا به شما نمایشم بدم این رو ما یک سری اینجا فایل برای شما دسته‌بندی کردیم ببینید حدود کل این مجموعه پراپرتیز بگم یک گیگابایت هست تقریبا و یک سری فرمت فوق عالی برای اینکه بتونید شما پسوند ام او وی الان این رو من به ذهنم رسید و این رو من اوپن میکنم که ببینیم چه اتفاق میفته و این رو درگ میکنم و اینجا قرار میدم از اینها ببینید رشد گیاهان بسیار جالبی رو میتونیم داشته باشیم ببینید به صورت زمینه شفاف این حسنش هست که فیلم به صورت زمینه شفاف میتونه برای ما ایجاد کنه و روی پروژاتون به زیبایی هر هرچه تمامتر میتونید اینها رو اجرا کنید خب حتی سرعت و تنظیماتش رو میتونه حتی اینجا بهینه کنید که کل این مجموعه که مجموعه بسیار نفیسی هست یک گیگابایت من در اختیار شما قرار خواهم داد خب این هم از پسفند MOV که قابلیت های اون رو هم دیدیم میریم سراغ پسنده بعدی AVI AVI Audio Video Interleave یک فرمتی که بدون فشرده سازی کیفیت فوق بالایی داره و در حقیقت با تکنولوژی دایو ایکس یا x آی دیو, دیو میتونیم شما این رو ایجاد کنیم با این تکنولوژی که دایو یک تکنولوژی خیلی جالب است که تمام تجهیزات جدید مثل ویدیو پلیر ها هوم تیتر های خونگی اون رو پشتیبانی میکنن تقریبا میشه گفت کیفیت مناسب داره و حجم پایین این خیلی هست است و تمام فیلم هایی که به صورت دیویدی ذخیره شده است حتی دیویدی رو اینجا بنویسم دیویدی دی... که در حقیقت پسونده حالا من اینجا بنویسم وی او بی هست در حقیقت خب وقتی که توی یک دیسک دیویدی ذخیره میکنیم فایل فیلم به صورت پس‌بنده وی او ذخیره میشه حجم بسیار بالا کیفیت بسیار بالا خب که روی دیوی‌دی حداقل هر فرض مثال 80 90 دقیقه نزدیک به 4 4 خورده گیگابایت میشه و این فشرده شده با تکنولوژی دایو ایکس ای بی آی به دست میاد با تکنولوژی دایو ایکس ای بی آی به دست میاد که کیفیت نسبتاً بالا و حجم العاده پایین میتونه داشته باشه که یکی از بهترین فرمت هایی است که الان توی اینترنت بسیار ازش استفاده میشه فرمت بعدی که میخوام برای شما بگم زومن رو باز کنم آها فرمت بعدی در حقیقت WMV که اجازه می من حروف دورش بنویسم همیشه کلمات که اختصار شده است رو باید با حروف بزرگ بنویسیم WMV وی که ویندوز متا ویدیو هست که باز شرکت مایکروسافت برای رقابت با امپگ و ای وی آی ارائه کرده و در میدیا خودش هم قرار داده که این برای رقابت هست خب این هم از این پسوند البته پسوند خیلی زیاد دیگه ای هم هست که ما تا همینجا بسنده میکنیم و اینها های معتبری بود که باهاش آشنا شدیم البته آها پسوند دات هم پسوند مهمی هست دات مخفف دیتا وی سی دی ها در حقیقت با این پسوند ذکره میشن شما باید که فایل وی سی دی رو باز کنید و ببینید در حقیقت چنین پسوندی رو داره و پسوند دات هست خب این آشنایی با کل این مجموعه فرمت ها که با هم آشنا شدیم با این 22 فرمت فرمت خیلی زیادی هست مونتا اینها پر کاربرد ترین هاش هست که میتونیم از اینها برای هرچه بهتر شدن پروژه کمک بگیریم پس این رو فراموش نکنید که این یکی از بهترین پسوند ها دیویدی بهترین هست اینجا میام سراغ برای خروجی جی پیک بهترین هست اینجا هم که MP3 یا WMA بهترین ها بودن خب این از پسوندها ها البته میگم پسوند خیلی زیادی هست ما معتبرترین ها رو با هم کار کردیم و آشنا شدیم میریم سراغ مباحث بعدی